یه زن یه تصادف توی جزیره گیر میکنه که توی این جزیره موجودی هستش که هر روز غذاشو میخوره و بعدا متوجه میشه که این موجودی موجود خیلی ترسناک و خطرناک هستش که ممکنه هر لحظه بیاد و جونشو بگیره چه سرنوشتی در انتظار این زن هستش تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش پس مواظب باشید فیلم توی اقیانوس شروع میشه و وقتی که دوربین به ساحل میرسه جن رو میبینیم که لب ساحل بیهوش شده و وقتی که به اوش میاد میبینه که برد هم یه گوشه افتاده و بیوشه جن میدوه سمت برد و وقتی که برش میگردونه میبینه که یه که مرجان رفته تو شکمش و پارش کرده جن میترسه و با داد زدن درخواست کمک میکنه ولی کسی اون دوروبر نیستش که به دادشون برسه اون به سختی برد رو میکشه به سمت خشکی و مرجان رو از شکمش در میاره برای تیک پارچه میذاره روی زخمش و میره توی جنگل یه دونه نارگیل پیدا میکنه اون نارگیل رو با تیک سنگ باز میکنه و بعدش هم بودو بودو میره سمت برد تا آبش رو بده بهش بخوره شاید که کمی حالش جا بیاد خانم این پاره شده دیگه خوب بشو نیستش و پس اونم متوجه میشه که برد یه نیم ساعت چه دقیقه هستش که رفته اون دنیا و هوریای بشی دارن باهاش یه گول گول بازی میکنن چه صورت برد رو میگیره تو دستاشو اسمشو داد میزنه تا به زندگی برگرده ولی برد الان نیمه دوم یه قول دو قول بازی کردن رو تازه شروع کرده و دور برش هم هزاران تا هوری گرفتن که این بعد باشون یه قول قول بازی کنه زن میزنه زیر گریو و تصمیم میگیره که جزیره که توشن رو دور بزنه تو ببینه که چیزی پیدا میکنه بعد از اینکه یه دور کامل میزنه و برمیگرده پیش جسد برد تصمیم میگیره که بره داخل جنگل و یه کیسه با یه کولر پیدا میکنه این کولری که با ایرانی ها میگیم با این کولرا فرق میکنه اینا مثل یخچال مسافرتی میمونن بعد از اون کیسه و یخچال رو میگرده و چند تا کوکاکولا هم پیدا میکنه جن جلوتر میره و یه جعبه و با یه فلاسک پیدا میکنه اون جعبه رو باز میکنه و یه دست پاسور رو و یه بسته کبریت و چند تا خرتپرت دیگه هم داخلشه بازم دور و رو می گرده کرده یه چادر اونجا پیدا میکنه که یه کوله پشتی هم داخلشه داخل کوله پشتی هم یه سری خرت و پرت هست و خلاص همه چیز رو پیدا کرده یه روز دیگه خانم یکم بیشتر بگرده تو این جزیره شاید هتلی رستورانی چیزی هم پیدا کرده توی مدت اقامتت زیاد بهت سخت نگذره جن شب رو هر جور شده میگذره و صبحش که میرسه مایی هایی که توی ساحل گیر کردن رو بر تا اینکه میرسه به جسد یه طوله کوسه که بدنش نصف شده و زخمای بزرگی روی بدنش هستش اون میشینه پیش وسایلش و دفترچه خاطراتش رو باز میکنه و میبینه که آب هرچی نوشته رو پاک کرده فقط یه عکس از جن با دوست پسرش سالم مونده بعد از اون دوباره میزنه به دل جنگل و سه تا قبر کنار پیدا میکنه یه فاتحه ای به روح اموات میخونه و برمیگرده سمت برد و متوجه میشه که برد کم کم داره بو میگیره پس یه قبر کم عمقم برای اون میکنه و اون رو هم خاک میکنه خلاص اون شب رو با پختن ماهی سر میکنه و صبح فرداش سر میرسه داره دور ساحل پیاده روی میکنه تا اینکه متوجه میشه که یه نفر یا یه چیزی جسد برد رو تیکه پاره کرده و برده داخل جنگل اون یه نیزه درست میکنه و میره داخل جنگل ولی چیزی پیدا نمیکنه روز بعد اون روی سطح آب یه چیزی میبینه و به امید که پفکی چیپسی پاستیری چیزی باشه داخلش دلو میزنه به دریا و میره سراغش وقتی که بهش میرسه میبینه که یه سطل و یه چمدون روی آب هستن جن نفسش رو حبس میکنه و میره داخل آب و یه سوراخ خیلی گنده به پهنای دریاچه ارومیه میبینه آدم این سوراخ رو میبینه یاد اون لحظه های میفته که بهش میگن اولین بارمه ها جن سرد چمدون رو میبره به خشکی توی چمدون یه ست لباس ورزشی و کفش پیدا میکنه که کاملا اتفاقی هم اندازه جن هستن شب که میشه اون لباس ها و کفش ها رو میپوشه و میشینه جلوی آتیش دوباره جعبه‌ای که توی جنگل پیدا کرد رو باز میکنه و این دفعه متوجه محفظه مخفی داخل جعبه میشه پس بازش میکنه و داخل چند تا عکس هم پیدا میکنه همینطور که میخواد عکس‌ها رو نگاه کنه صدای یه هواپیما رو میشنوه پس بودو بودو منورش رو بر می و یه منور شلیک میکنه سمت آسمان و منتظر میمونه شاید فرجی شد. با این حال هواپیما متوجهش نمیشه وقتی که نور منور به خط آب نزدیک میشه یه هیولای انسان نما رو می بینیم که از آب میاد بیرون. جن شب میگیره و سری می سمت آتیش. من که بودم یه همچین سحنه رو می تا یه هفته خدای شب میگرفتم. می گرفتم. اینه من چقدر کم ترسیدش. بعد از اون نیزش رو بر و فرار میکنه داخل جنگل. بعد از کمی فرار بین بوتا قایم میشه و صدای خشخش برگا و رد پای اون حیولا رو میشنوه بعد از چند دقیقه صدا قطع میشن و بیرون میاد فردای اون روز برمیگرده پیش وسایلش رو به عکسها نگاه میندازه همه عکس برای برای خانواده هستن و توی یه عکس یه زن داره همون کوسه که تو جنگل بود رو نگه میداره دو تا چشم نورانی هم توی تاریکی مشخص هستن شب میشه و تصمیم میگیره که داخل تنه خالی درخت بخوابه و نصف شب هیولا میاد سراغش و تنه رو تکون میده ولی با اینها حال هیچ صدایی از خودش در نمیاره دختره و هیولا میفهمه این از اون دافانی است که به سادگی دم به تله بده و میذاره و میره صبح فردا شنت مایه کوچیک رو تومه میکنه تا یه طول کوسه بگیره تصمیم داره که طول کوسه رو تومه کنه تا اون هیولا رو گیر بندازه شب فرا میرسه و جن یه گوشه کمین میکنه و کوسه رو از درخت آویزون میکنه و منتظره که هیولا بیاد و یه لحظه چشماش رو میبنده و توی همون لحظه لام از سر میرسه و کوسه رو میبره جنم به خودش میاد و میبینه که جا تره و بچه نیستش و به تشکر و خوشخوخالی هم نکرد کسافت صبح فرداش اون مشغول تیز کردن نیزشه که یه جسد توی آب پیدا میکنن پس جسد رو میکشه به خشکی و میبینه که فقط یه نیمتنه از جسد باقی مونده. و احتمالا بقیهش رو حیلا جان به عنوان ناهار زده به بدن چه قسمتیشم هم خورده لامصب معلومه حیلاش خشکوش دوست داره ها پس نیمتنه بالایی که هنوز سالمه رو مثل اون کوسه از درخت آویزون میکنه و شب که میشه دوباره توی سوراخش قائم میشه و هیولا رو میبینه که داره جسد رو میخوره اینجا پشماش فر میخوره که از نزدیک هیولا رو میبینه فرداش به همون تیک چادری که توی جنگل پیدا کرده بود یه دونه از این تخت رختی ها درست میکنه و شب رو میره تو اونجا میخوابه از اون بالا جن با دقت حواسش به هیولا هستش تا اینکه رد و بق میزنه و نورش باعث میشه که هیولا جن رو ببینه جن روی تخت دراز میکشه و دعا میکنه که هیولا ندیده باشدش ولی هیولا متوجه شده و جن رو از زیر تخت میکشه پایین اون با هزار بدبختی نیزش رو برمیداره توی سال شروع میکنه به دویدن حیلا مثل دولفینا میره توی آب و میپره روی جن و ولی موفق نمیشه که بگیردش پس دوباره میره توی آب و این دفعه میپره رو روی جن اون با نیزش به هیولا حمله میکنه و زخمیش میکنه حیلا اون رو پرت میکنه سمت آب دختر میخواد بلند شه ولی میبینه که حیلا اونجا نیست صبح فرداش جن به زخماش رسیدگی میکنه و لباساش رو عوض میکنه تا اینکه شی شناور رو روی آب میبینه اولش شک میکنه که توهم زده ولی به محض اینکه میفهمه واقعیه میپره توی آب و شنا میکنه سمتش از قرار معلوم اون شی شناور یه قایق نجات و میا و دوست پسرش لوکاس داخل قایق هستن جن اونا رو میاره به خشکی و یه ماهی کبابی به همراه نوشابه و نارگیل اضافه مهمونشون میکنه اونا میگن که جزیره خیلی خوشگله. و جن بهشون میگه سریعتر باید فلنگو ببندیم چون که جزیره اصلا امن نیستش و یه حیولایی هستش که ممکنه بیاد هر لحظه ما رو بخوردمون اونا رو باور نمیکنن و میاد تنهاشون میذاره جن به لوکاس میگه که بهتره برن سمت غرب چون که همه هواپیما میرن اون سمتی بعد از اون چاقوی لوکاس رو قرض میگیره و میره غذا جمع کنه وقتی که دور میشه و چاقو رو باز میکنه متوجه میشه که چاقو خونی و از دور به لوکاس و میا نگاه میکنه که دارن با هم دیگه حرف میزنن وقتی که جن برمیگرده لوکاس و میا بهش میگن که اونا قصد رفتن ندارن جن باهاشون بحث میکنه ولی فایده ای نداره اون عصبی میشه و میره توی آب یکم شنا کنه و وقتی که لوکاس و میا حواسشون نیستش وسایلش رو جمع میکنه و میخواد که با قایق فرار کنه ولی توی لحظه آخر اونا میگیرنش و میخوان برش گردونن به جزیره این وسط جن با لگت میزنه توی سر میا و میان میا با پارو جن رو بیهوش میکنه وقتی که جن بهوش میاد میبینه که شب شده و بستنش به درخت میا کنارش نشسته و بهش میگه که لوکاس رفته چرخی بزنه بیاد جن از میا میخواد که رو باز کنه و اصرار داره که حرفاش درباره حیلا و اینجور چیزا من درآوردی نبوده با این حال میا حرفاشو باور نمیکنه لوکاس برمیگرده میگه هیچ چیز عجیبی ندیدم جن تو جن از لوکاس میخواد که بازش کنه و قول میده که کار عجولانه ای نکنه لوکاس هم میشینه و به چرت و پرت گفتن درباره اینکه همه اینا تقصیر خودت تا جن و تو میخواستی ما رو تنها بذاری و فرار کنی و از اینجور حرفها حرف میزنه که ناگهان صدای جیغ زدن میاد توی جزیره پخش میشه لوکاس سریع مشال برمی داره و میدوه به سمت صدا به محض رسیدن لوکاس میبینه که هیولا میا رو گرفته لوکاس با مشعل بهش ضربه میزنه هیولا میا رو میندازه و لوکاس رو هم پرت میکنه هیولا برمیگرده داخل آب و جن هر جور شده که خودش رو آزاد میکنه و میره به کمکشون لوکاس سعی میکنه که میارو رو که توی آب رو نجات بده ولی قبل از اینکه بتونه هیولا میا رو میکشه داخل آب احتمالا میخواد بهش توتی دریاییاشو نشون بده صبح روز بعد جن از درختی که شب رو بالاش گذروندن میاد پایین و به لوکاس اطمینان میده که تا حالا ندیده هیولا صبحها بیاد بیرون پس جاشون امن هستش بعد از اون با همدیگه چند تا ماهی میگیرن و سخاریش میکنن خلاص وسایل مسایل رو جمع میکنن و میندازن داخل قایق که آماده بشن برن اول جن وارد میشه و میبینه که کف قایق خونیه از اون طرف لوکاس شروع به پارو زدن میکنه که متوجه یه چیزی داخل آب میشه ناگهان هیولا از داخل آب چنگ میندازه سمت لوکاس اونم وارد قایق میشه و درش رو میبندن هیولا کف قایق رو سوراخ میکنه و سرش رو میاره بیرون و یه دالی میگه و میره داخل لوکاس و منور بهش شلیک میکنه ولی خطا می زنه. فاصلتون ده سانت هم نبود خدا بکنی اینو چطوری آخه خطا زدی اینو خطا زدنش سختتر از نزدنش بود به خدا لوکاس با منور دوم موفق میشه که هیولا رو بزنه و کاری کنه که برگرده داخل آب جن کمی خیالش راحت میشه و نفسی تازه میکنه ولی هیولا از پایین میگیردش و میکشدش داخل آب پس اون چاقوی لوکاس رو از جیبش در میاره و هیولا رو زخمی میکنه هیولا جن رو ول میکنه و میره سمت لوکاس که اومده داخل آب تا جن رو نجات بده اون لوکاس رو میگیره و میبردش داخل همون سوراخی که بهتون گفتم تا بهش قناری دریایی نشون بده خلاصه جن میگرد به خشکی و شروع میکنه به تیز کردن چوب و استخون اون آدمایی که قبرشون توی جزیره است تا برای آخرین بار با هیولای کسافت درگیر بشه بعد از اون دفترچه رو در میاره و شروع میکنه به نوشتن و یه سری جفنگیها رو از تجربیاتش از جزیره اون هیولا میگه شب میشه اون هیولا میاد به خشکی جن براش با چندتا ماهی تومه گذاشته و دور رو با آتیش پر کرده وقتی که هیولا داخل حلقه آتیش جن میشه او می میدوه به سمت چه نیزه چوبی رو فرو میکنه داخل اونجاشو شو هیولا هم زخمی میشه و جن دوباره قایم میشه بعد از اون دو تا تیکه استخون داره و پای هیولا رو هم زخمی میکنه و این دفعه هیولا پرتش میکنه سمت درخت جن متوجه میشه که هیولا داره خونریزی میکنه و با یه استخون دیگه دوباره زخمیش میکنه و این قدم این کارو ادامه میده تا اینکه هیولا گیرش میندازه جن ناامید میشه و پشت سر هم با یه تیکه استخون پدرش رو در میاره تا اینکه ولش میکنه دختر سرپا میشه و میخواد دوباره بهش حمله کنه تا اینکه هیولای چسناله بلند سر میفته روی زمین جم میره بالا سرش با کندن کلش کار رو یه سره میکنن سر آخر کل جنگل با آتیشی که جن درست کرده آتیش میگیره و تموم میشه نتیجه اخلاقی فیلم همین بودش که وقتتون رو برای فیلم های چرت و پرت نکنید آقا داستان خاصی نداشت خدا که یه حیله بود باش جنگی تموم شد مرد امیدوارم که لذت برده باشین لایک و کامنت فراموش نشه بای بای